تحریم پوشش خبری سفر غنی به هرات از سوی خبرنگاران. آیا کندهار به کشتارگاه جنگجویان طالبان تبدیل می شود؟ کشته شدن دهها جنگجوی طالبان در کندهار. کشته و زخمی شدن 44 غیر نظامی در افغانستان. و در پایان هم یک خبر عاجل، انفجار و حمله مسلحانه در کابل. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت بلاست خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. به نقل از پژواک، خبرنگاران و مسئولان نهادهای حامی رسانه‌ها در هرات میگویند که از سفر رئیس جمهور به این ولایت آنها آگاهی نداشته و از خبرنگاران برای پوشش خبری رئیس جمهور دعوت نشده است. پس از آن که خبرنگاران دعوت نشدن، اداره محلی هرات از رسانه‌ها خواست تا که بر نشست دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور شرکت کنند، اما آنها شرکت در این نشست را به حرمتی و به ارزشی برای خبرنگاران دانستند و پوشش خبری سفر رئیس جمهور را تحریم کردند. در این حال عبدالله سلجوقی، یکی از خبرنگاران معترض، گفت متاسفانه ما روز به روز شاهد محدودیت های بیشتر بر دسترسی به اطلاعات در کشور هستیم و بدتر از آن نحوه رفتار رئیس جمهور و اطرافیانش با خبرنگاران است که امروز هم شاهد برخورد غیر اصولی تیم رئیس جمهور با خبرنگاران بودیم که هیچ سهمی برای دسترسی به اطلاعات به آنها داده نشده است. آنها افزودند که رئیس جمهور با تمام اقشار دیدار کرده، اما آنها در آژاندای سفر آقای غنی هیچ جای نداشتند. از سوی هم نهادهای عامی رسانه ها در هرات انتقاد کرده گفت، در حالی که حکومت همواره شعار داده است که از آزادی بیان و فعالیت های رسانه های حمایت می کند، اما در عمل هیچ کاری نکرده است. همایون نظری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در هرات، نیز گفته است که کسانی را که در اجندا گرفتند که چالش ها و مشکلات مردم و جامعه هرات را پنهان می کنند. آیا کندهار به کشتارگاه جنگجویان طالبان تبدیل می شود؟ به گزارش سپادنیک، وزارت دفاع ملی افغانستان امروز جمعه 3 دل و 13 99 نوشت، روز گذشته طالبان تروریست پلان حمله را بالای پوسته های نیروهای امنیتی و دفاعی در مربوطات ولسوالی ارغند و ولایت کندهار داشتند. در ادامه این خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی و دفاعی با اقدام پیشگیرانه دشمن را در این ساحه مورد هدف قرار داده که در نتیجه 19 طالب تروریست کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان افزوده است که افزون بر این، یک میل سلاح، یک پای مخابره دشمن به دست نیروهای امنیتی افتاده و نیز 5 اراد موترسایکل با مقدار سلاح و مهمات دشمن تخریب گردیده است. یادآوری میکنیم که ولایت کندهار در ماهای پسین گواه درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و جنگجویان گروه طالبان بوده و تا اکنون نزدیک به 1000 جنگجوی طالبان در این ولایت کشته شده است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر اعلام کرده است که طی 3 روز گذشته در سراسر کشور 8 غیر نظامی در نتیجه انفجارها و عملات مسلحانه کشته و 36 تن دیگر زخم برداشتند. این کمیسیون روز پنجشنبه 2 دل و در اعلامیه گفته است که این 44 تن که شامل زنان و کودکان نیز می شوند از 29 جدی تا 1 دل و امسال کشته و زخمی شدند. بر بنیاد اعلام این نتایج، انفجار بمب‌های جاسازی شده، بمب‌های مغناطیسی، حملات افراد مسلح ناشناس و اصابت هاون بر خانه های مسکونی عامل تلفات این تعداد از غیر نظامیان طی 3 روز اخیر بوده است. کمیسیون حقوق بشر گفته است که این رویدادها در ولایت های کابل، اروزگان، بغلان، ننگرهار و هلمند
رخ داده است. این کمیسیون تاکید کرده که طرف ها باید اصول و قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه را رعایت کنند. در اعلامی آمده است جرایم جنگی مشمول مرور زمان نمی شود و هیچ کسی و گروه نباید حقوق قربانیان جنگ و دسترسی آنها به عدالت و جبران خسارت برای آنها را نادیده بگیرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین گفته است که این نهادها خواستار توقف خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس در کشور است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر خشونت‌ها در کشور افزایش یافته است. انفجار ماین‌های مغناطیسی و عملات مسلحانه رویدادهایی است که کابل و برخی ولایت‌ها همروزه گواه آن بوده است. خشونت‌ها در حال افزایش یافته است که هیئت‌های دولت و طالبان در دوحه بر سر آغاز مذاکرات رایزنی می کنند. و در پایان خبرگزاری افق می گوید پلیس کابل تایید کرد که دو سرباز ارتش در یک حمله مسلحانه در مربوطات حوزه سیم امنیتی شهر کابل کشته شده اند. از طرف هم انفجار یک بم مغناطیسی در مربوطات حوزه ششم امنیتی یک غیر نظامی را کشته است. بر بنیاد اعلام فرماندهی پلیس کابل یک موتر نیروهای ارتش شامگاه روز پنج شنبه دوی دل در ساحه کوته سنگی از مربوطات حوزه سیم امنیتی هدف حمله مسلحانه قرار گرفته است. پلیس کابل با بیان این که در این حمله دو سرباز ارتش کشته شدند حمله را به گروه طالبان نسبت داده است. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که در نتیجه انفجار یک بم مغناطیسی در سیراهی دارالامان از مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل یک غیر نظامی کشته و دو غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. شهر کابل در چند روز گذشته به صورت پیهم گواه انفجارها و عملات مسلحانه بوده است. دولت این عملات را کار طالبان می داند، اما طالبان در این باره چیزی نمی گویند. کمیسیون مستقل حقوق بشر شامگاه دیروز در یک اعلامیه از کشته شدن 8 غیر نظامی و از زخمی شدن 36 غیر نظامی در 3 روز اخیر در کشور خبر داد. این کمیسیون برای حقوق بین الملل بشر دوستانه از سوی همه طرف ها تأکید کرده و خواهان کاهش خشونت ها شده است. تشکر از توجهتون. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفا نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.